سلام فروتن عزیز وقت بخیر سلام بزرگوار خوب هستی شما زنده سلامت باشین خوش آمدین شکر سلامت باشه موضوع چی است آقای نواب امروز موضوع بسیار جالب است که میخوایم این پرسش از شما داشته باشم از دوستان دیگه داشته باشم که افغانستان امروزی و خراسان بعدا انشالله که نامش تغییر میدیم با کدام سمت روان است امروز امی طالبا چی نوید تحرک کردن که گویا پانزه هزار یا کم بیش پادوان یا با لفظ آم ما شما روان میکنه به کشورهای دیگه از دیدگاه خودتان چی نظر میتین و چون این کار میکنن؟ ببینین دوست عزیز یک تیدار تلاش میکنه از سرزمین افغانستان یک سرزمین متمدین دنیا را شکل بودن که تلاش خراسان را دا دارن ولی متاسفانه افغان،, افغان, یا افغان, های افغانستان همیشه در تلاش بودند که تا مانع کسایی که تمد، تمدنگرا است باشند و اینا تا جای هم با روی کار شدن بابای متعصبشان موفق هم شدند شما ببینین وقت نظام جمهوریت سقوط میکنه کسایی که برای اشرف غنی لوابی بودن همیشه اوغانوالی و اوغانیت شعار میدادن حتی لروبرخا بودن امروز در کنار طالب هستن برای طالب لوابی هستن اینا نه تنها افغانستان را لوی افغانستان نساختن اینا از افغانستان اللاغستان درست کردن سرزمینی یعنی جایی که انسان در ظاهر انسان و در باطن فطرت حیوانی می داشته باشه یک کتله زیر نام اوغان اوغان ها امروز نتیجه عملکردشان را که طالب را در او سرزمین حاکم ساختن ثمره و طالب هم از بنمایندگی از همین مردم امروز پانزده هزار اوغان را به نام پادوان یا چوپان به امارات و قطر و سایر جاها قرار است روان بکنه زن و مرد کسایی که در نظام جمهوریت لعابی بودن آل آمدن درمی پادوانی افتخار دانستن و ایر هم شباهت به سطر اسلام میتن که گویا فلان و فلان و فلان پیغمبر چوپان یا پادوان بوده اینا میخوان از این پاداش مستفید شون ما باران بر خود خود س... ما برادر خود... ما با پوزش خود چی توقع داری از دولتداری از یا و گروهی که امروز در روی جغرافیا حاکم هستند آیا به نظر خودت کار مثبت است و یا کار منفی است کاملا تا که به دوستا بگی دوست عزیز شما ببینین هر انسان از عملکردش معلوم است وقت امیر طالب وزیر طالب برای مردم افغانستان اولین گامشان کسب پادوانی است اوصاف پادوان را میخواین برای از اینا بتن بنان بفهمین که در نظام افراد و اشخاص پادوان بیسواد، پس فطرت و آدمای بیعقل و خوشتکشال از آدرس طالب در عرقی قدرت تکیه زدن که از اعمالش میبینیم که شرف و عزت مردم افغانستان را میخواین زیر نام از که گویا کار پیدا کردن به نام پادوان نه تنها در داخل خب بغیر غیر از مردم ما عزت و شرفش صدمه دیده ایره در سطح دنیا بدنام بسازه رسوا بسازه اگر اینا آدمای با منطق بودن دلشان برای مردم افغانستان میسوخت بدون از قسم پادوانی مگر کارگرای معمولی دنیا نیاز نداشت میتونستن اینا ده هزار بیست آدم واجد شرایط به نام کارگر معمولی در حالی که خود ما معادنمان تمام چیزایی که در اونجا کار روان است و عملا یک تعداد از بیرون آمدن استخدام شدن به نام کارگر معمولی به نام انجینر که پاکستانی هستند. هستن ولی متاسفانه متاسفانه قوم اوغان با امو کسب و عمل کردی که خودشان دارن و از, از پدر به میراث به نام پادوان و چوپان بودن و هنوز کوچی هستن دوم شطرشان در دستشان گره کردگی آل میخواه برای همه مردم افغانستان برچسب بزنن از آدرس افغانستان ببینید افغانستان انترنیشنل بنامه دوچل دری تیوی که از آدرس آلمان است بی بی سی و همه کشورها سایت های اجتماعی و رسانه های بین در اونجا ادا کردن که گویا طالب قرار است پانزه, پانزه هزار اوغان را به نام پادوان به امارات و قطر و حتی ترکیه روان بکنه او هم از آدرس وزارت کار و امور اجتماعی طالب مگر همی طالب نبود گفته آمد علم کسب علم موبا است بینان اینا پادوانی را سواب و دانش علم موبا توصیف میکنن پس به نظر شما از یک طرف صفحات اجتماعی و رسانه های معتبر اعلان کردند که امی پادوانی و یا میچوپانی درخواست خود طالبا تک و طالبایی کار کردن و یک ایده کسای دیگه که لابیگرای طالبا در بیرون از کشور یا داخل کشور ما هم از این استقبال کرده به نظر خودت آیا در اون جغرافیا داکتر انجینر و نخبه ها وجود نداره که این جغرافیا به دنیا نشان میده که ما فقط بیرون دوست عزیز وقت وقت مسئولین و, ز... و, کسایی که در حرکت قدرت تاکید زدن پادوان باشه خود طبیعتا هم که خود انتخاب میکنه هر کس مسلک خود دوست داره آل ما وقتی در ارگان امنیت افغانستان کار کردیم و هنوزم مسلک خود دوست دارم و هنوزم به کار استخباراتی افتخار میکنم بران طالب از که خود از اینا پادوان هستند از امیر تا آخرین فرد اینا میخوان هم خوده های خود خدمت کرده با... باشن Uh, میخوایم uh, گپ تا میجه کنم از کدام uh, دیدگاه خودت میگی که اینها پادوان هستن پس اگر پادوان باشن امروز حکمتداری را چه طور میکنه یا حکمتداری از کسی دیگه است دوستی عزیز کدام حکمتداری همین نظامی که 82 دو میلیون 42 میلیون دلار رفتوار آمریکایا در افغانستان وارد میکنه مگر تو داخل افغانستان بدون کشتن آدم از آدرس طالب کدام خدمت خدمات اجتماعی صورت گرفته باشه برای مردم افغانستان کدام سهولت آورده باشه شاید هستی امروز مردم ما از خاطر چهار تا آدمی بیسواد بیکاره که در قدرت قدرت تکیه زدن زیر نام طالب مجبور هستن به خاطر زنده ماندن گرده هایشان بفروشن ببینین وقتی یک رسانه بین المللی میره در حیرات یا در فرا از اشخاصی که گرده فروشی اعضای بدن فروختن او به خاطر زنده ماندن و نفقه روزگارش زن و مرد دوها آدم صف میکشد تا اطفال زیرسون. سن بنان یک کشوری که امروز رو به اعضای بدن فروشی رو آوردن عاملی نیست کی این است اینا در گذشته انتحار میکردن انفجار میکردن مکتب میپرندن امروز که وقتی در قدرت تکیه زدن مردم را امو لقمه نانی هم داشت و از دست داده به اعضای بدن فروشی رو آوردن مردم افغانستان و کسب هم نامیمونی که اینا پیدا کردن پادوانی. از اعمال از اینا ببینید که این مردم پادوان و و این کتله پادوان که در قدرت به نام امیر المومین، به نام وزیر و به نام امر بالمعروف و به نام اینوان تکیه زدن و با شلاق زنهای او سرزمین به اصل خانگی مواجه ساختن از اینا دیگه چی توقع داری؟ بینان میفهمیم امی آدم های مسلکی هم مسلک خود انتخاب میکنن اگر آدمای روشن میبودن مفتکر میبودن و دلشان به سرزمین میسوخت امروز باید ما شاهد می بودیم پانزه هزار دانشجو به کشورهای امارات و سایر کشورها جهت تحصیل فرستاده شد حداقل اقل برای فردای او سرزمین امید می داشتیم ای افراد و اشخاص وقتی پادوان را انتخاب می طبیعتا معلوم است دیگه مسلک انتخاب شده قوم اوغان و نسل کوچی در افغانستان مسلکش پادوانی است مسلکش با مواشی و کوچی و خر و اسب و اولاغ است بنان دیگه اینا هم میخوان بیرون از افغانستان هم افتخار کمایی بکنن افراد مسلکیشان شان را که در گذشته ثبت نام انتحار و انفجار کرده بودن حالا به پادوانی روان میکنن شما از فقر و بیچارگی کسایی که در او جغرافیا گیر مانده بحث کردین به نظر خودت اگر امی پادوانی بیرون میشن و کار میکنن نظر به اقتصاد آیا کدام تغییرات نمیاره سوال اول ما دومی که از مسلک شما بحث کردین گفتین که مسلک از اینها انتحار و انفجار و همچنان پادوانی است چیزی ندارن پس این از دیدگاه شما جوان ها و از دیدگاهی که کسای بیرون زندگی میکنن آیا اینها را ما سپورت کنیم کمک کنیم و یا چی نوع برخورد دنیوی با اینها شود اگر مردم افغانستان میخوان عزت و شرفشان حفظ شود مثل کسایی که امروز دست به اسلحه بردن در کنار مقامت بیستند تفنگ بگیرند بدون جنگیدن از این کتله دجال صفت زیر نام ملا که در او سرزمین حاکم شدن چیز ساختن است وقتی در یک چوکی اقتصاددان یک چنی که در مدارس پاکستان درس خوانده بیشینه و تکیه بزنه وقتی در جای یک پلیس یک چنی در صدر قرار بگیره وقتی در جای یک داکتر دندان یک ملا بیسته وقتی در صحت عامه سرطبیب طبیب ملا تعیین شوه شما دیگه از وطن چی توقع دارید شما برین از زراعت شروع که باید مسلکی زراعت باشه از اقتصاددان شروع که باید از رشته اقتصاد فارغ شده باشه از از, از جایی نمونده که ملابازی و چنیبازی نباشه بنان یک کتله چنی زاده و فطرت با فطرت و غریزه حیوانی کوتیگری که در سرنوشت 34 میلیون آدم زیر نام امارت اینا حاکم شدن بدون پادوانی برای مردم افغانستان اینا چگونه میتونن یک پیشکش خوب داشته باشن یگانه پیشکشی که اشخاص و افرادی که تای 20 سال انتحار کردن آدم کشتن جنایت کردن ارمغانش برای هموطنهای ما همی است که باید پادوان شوند پادوانی بکنن در طول 274 سال حکومت اوغانوالی تا بکنون تا, تا اکنون افغانستان به نام پادوان افراد به بیرون روان نکردند رسما به نام دولت از یک آدرست. امروز وزارت کار, و امور اجتماعی طالب پانزده هزار اوغان را زیر نام پادوان وقتی به بیرون روان میکنه توقع شما دیگه از اشخاص ایوان صفت و آدم های خستکشال متعفن اماراتی دیگه چی می و کسایی که خیر مقدم گفتن از کار از این طالبا یا گروه طالبا گفتن که یک کار مثبت است چون که زیاتر مردم یک کار یک کار پیدا میکنند یک روزگار خوبتر پیدا میکنه و امکانش هست که نظر به نظر به وقت اقتصادشان تغییر کنند پس به نظر خودت آیا سهولت نیست به مردم کدام سهولت تو برادر امروز در افغانستان تقریبا 50 معادن برخال او سرزمین توسط پاکستانی ها استخراج میشه او هم غیر قانونی از معادن طلا تا لاجورد و نفت و گاز و و خصوصا زغال سنگ و نمک در سرزمینی به نام افغانستان آیا نمیشد هموطنای ما به صفت کارگرای معمولی روزمره در امی مادن افغانستان استخدام میشدن کار میکردن مگر خو وقتی که طالب از اونجا پاکستانی رو میاره به جای هموطن ما استخدام میکنه و سنگی زغال غیر معمول بسیار به طور انگفت استخراج کرده به سیر به حساب پول خاک خاک برابر برای پاکستانی ها مفروشن بنان بدون پادوانی طالب چی را میتونه برای مردم ما برمغان بیاره بنان یک اوصافی که در گذشته اینا تایی 20 سال عمله وحشیگری انتحار انفجار در او سرزمین رونق دادن و امروز از تلویزیون ملی افغانستان بشکی زرد و از انتیاری به نمایش مگذارن چیزی دیگه اوصاف زشتر و پلیتر معادل از او همی پادوانی بود که زیر نام چوپان یا چوپانی آل می که به با بادارای خارجیشان شیخه های عرب مردم افغانستان پادوان بسازند تا اینا بیاین در پادوانی او در تروریست ها و جنایتکارایی که در داخل افغانستان است زیر نام جهاد نکا از ها و دخترای از اینا لذت ببرد داخل سرزمینی که امروز طالب او را به علاغستان تبدیل کرده یعنی جایی که در او بجز حیوانات و نظام ایوانوالی چیزی دیگه به چشم نمی خورد. از دیدگاه خودتان فروتن عزیز ببینین شما گفتین که کارگرای پاکستانی امروز در خاک افغانستان می و کار میکنن و از اینجا کارگرا بیرون میرن رو بیرون روانشان میکنن از یک آدرس مشخص دولت و از طرف دیگر وزیرستان ها میان در جغرافیا و, و, و اقوام دیگر را کوچکشی میکنن یک یک آیا یک آقای نوابزاد وقت خوشتک زن اوغان را در مرز تورخم پلیس پاکستان دست میزنه وقتی از سینه سینه‌ش سینهش دستمالی میکنه فریاد زن اوغان کهکشانی میشه رسانه های داخلی و بیرونی را نکاس میته دیگه برای اوغان که سالهای سال اینا شعارشان لوی پختونستان بود دیگه برای این مردم مستعظف و بیچاره چی ماند وقتی در ناموس از اینا خشتک شد پلیس پاکستان دست مندازه وقتی در دا داخل افغانستان میری والی و قماندانی امنیه و مسئولینی طالب پاکستانی استخدام شده باشه و دو تا ماش داشته باشه و خود طالب سخنگویش بیایه و در تلویزیون شمشاد بگویه اکثر مسئولینی ما دو تا ماش میگیره دیگه از همین کتلی حیوان صفت شما دیگه چی توقع دارید؟ همین توقعیتون چی است؟ بیران وقتون نمیگیرم سلامتی بر تان آرزو دارم زیر لایف تان خیلی بالا بیارین از امونام بپرسین از امی اوغانایی که حداقل شرف دارن توانی بحث دارن امینار هم